به نام خدا سلام به دوستای خوبم امیدوارم عالی باشید چهل صدری هستم و امروز با یک آموزش دیگه در خدمتون هستم دوستای خوبم توی این ویدیو با همدیگه دیگه میخواییم که حروف اضافه مشترک رو کار بکنیم وکسل پریپوزیسیون وکسل پریپوزیسیون میدونم که تا الان خیلی راجع به این حروف اضافه چه من چه همکاره دیگم براتون گفتیم ولی حالا کار از محکم کاری عیب نمیکنه. بچه همتون با حروف اضافه آشنا هستید. میدونید که حروف اضافه به چی میگن و توی آلمانی ما چند نوع حروف اضافه داریم. ببینید وقتی که حروف اضافه میاد توی یک جمله ای اون اسم ما رو آرتیکل اسم ما رو ممکنه که تبدیل به داتیو بکنه. یعنی اون اسم ما داتیو بشه یا ممکنه که تبدیل به آکوزاتیو بکنه یعنی آرتیکل اون اسم بعد از خودش رو تبدیل به آکوزاتیو بکنه که اون اسم ما میشه آکوزاتیوی یک سری حرف اضافه هستن که همیشه داتیو ساز هستن مثل بای نزد پیش مثل میت با یک سری هم هستن که همیشه آکوزاتیو سازن مثل فو برای مثل اون بدونه خب این حروف اضافه همیشه همون حالت خودشون رو دارن یعنی اگر که داتیو هستن همیشه داتیون اگر آکوزاتیون همیشه آکوزاتیون ولی یک سری حروف اضافه هم داریم که اینا مشترک هستن خب یعنی چی مشترکن یعنی گاهی آکوزاتیو هستن گاهی داتیو حالا ما از کجا بفهمیم کی آکوزاتیو کی داتیو خب براتون میگم ببینید ما به فعل نگاه میکنیم توی اینجور مواقع به فعل نگاه میکنیم اگر فعل ما حرکتی بود مثل فارن فلیگن لوفن که اینا همشون حرکتی هستن اون حرف اضافه ما اکوزاتیف ساز میشه یعنی اون اسم ما تبدیل به اکوزاتیف میشه ولی اگر فعل ما بی حرکت بود مثل زین بلایبن شتیهن اگر اینها بودن که بی حرکت هستن و ما با و اینا رو سوالی میکنیم کجا فلان چیز کجاست اگر که به این صورت بودن داتیو ساز هستن یعنی اون حرف اضافه ما با داتیو میاد درسته خب بچه ما اینجا یک سری اشیا داریم توی این اتاق که شما همه رو میشناسید دیگه همه اینا رو از حفظ هستید خب بپرسم ازتون ببینم که بلدید یا نه خب جواب بدید دی او ساعت دست لینیال خطکش در تپیخ قالیچه فرش داس بت تخت خواب داس بیل عکس دیوازه. گلدان در پرده خیلی خوب بریم ببینیم سوالمون چیه دی شکلاده ایست اونتر دم بت درسته یا غلطه نمیدونیم عکس رو نگاه میکنیم خب شکلات که اینجاست اینجا به ما چی گفته اونتر اونتر یعنی زیره. زیره بتم آرتیکلش داسه بتم که گفتیم که چی یعنی تخت آرتیکلش هم داسه اینجا داس تبدیل شد شده, به دم شده چرا؟ به خاطر اینکه فعلمون زین هست بی حرکته دی شکلات است کجاست؟ ویس دی شکلاده اونتر دم بت درست شد؟ خب حالا ببینیم که آیا درسته یا نه این در واقع گرامرش بود حالا ببینیم که آیا این درسته یا نه زیر تخت شکلات نه روی تخته پس این غلطه روی تخته آف آف روی آف دنبت خب بعدی دی او نبندن آوتوز دی او نبندن آوتوز خب دی او که نومیناتیو ما هستش و سوم شخصه، پس اینجا میشه شتت شتت شتن یعنی بودن به حالت ایستاده حالا اینجا چون ببینید ساعت رو این, این حالت از شتین ورش استفاده کرده کجا نبن نبن یعنی نزدیکه نبن هم جزو حروف اضافه مشترک هستش خب نزدیکه چیه؟ آوتوز آوتوز دن آوتوز این چه حالتی بچه ها؟ میدونین که داتیوه درسته؟ داتیوه چرا داتیوه؟ چون که شتیهین بی حرکته وشتت وشتت بی حرکته پس این داتیوه داتیوه جمعه یخ نگی ناکوزاتیوه آوتو آرتیکلش دست هستش آوتوز جمعه جمعه آوتو هست دی آوتو انچون دی آوتوز داس آوتو دی آوتوز بعد جمعه داتیو میشه دن دی میشه دن دی میشه دن حالا اینجا اوتو دست اوتو چون اسم خارجی هستش آخرش ان نمیگیره ولی داتیو جمع ما آرتیکلمون میشه دن آخرش هم ان میگیره مثلا دن کیندن ببینین کیندر جمع خودش آخرش ان نداره ولی اگر که تبدیل به داتیو بشه ن میگیره دن کیندرن اگر هم یه اسم باشه که جمعش ان داشته باشه دیگه اصلا بیخیالش میشیم و ن بهش نمیدیم مدرد بچه ها این چون آتو اسم خارجی هستش دیگه اون قاعده رو تبعیت نمیکنه خودش این داره همین برش کافیه خب این از توضیح گرامرش حالا ببینیم که آ یا این درسته جمله یا نه ما در واقع میخوایم ببینیم درسته یا نه من از هر فرصتی استفاده میکنم براتون گرامر رو توضیح بدم که خوب تو ذهنتون جا بگیره ساعت نزدیک ماشین ماشینه ماشین ببینیم کجاست ماشین اینا دو تا ماشینه یادتون باشه که اگر از هر چیزی ما یه دونه از یه دونه بیشتر داشتیم حتی یکی نصفی هم داشتیم دیگه جمع استفاده میکنیم الان اینجا آوتو چون که دوتاست The autos. آره دیگه ببینیم ساعتی اینجا سو نزدیک ماشینا هستش بله این درسته بعدی دست لینیال ایست این پاپیر کورب لینیال یعنی خطکش پاپیر کورب اینه ببینید بچه این پاپیر کورب هستش یعنی سبد سبد چی؟ کاغذهای باطله حالا لینیال هم که خطکشه که این لینیال توی پاپی کورب هست حالا بچه ایم ایم چیه؟ در واقع این دم هستش این دم این یعنی داخله پاپی کورب هم آرتکلش چی بود؟ در بود در توی داتیب میشه دم پس این به اضافه دم میشه ایم خیلی مختصر و مفید اگر شما این دم بگیدم غلط نیست دا. ولی خب این بهتره راحت تره گفتنش آیا این خط کشه توی پاپی پورپ هست ما که نمی بینیم توش رو نمی بینیم چیه ولی این خط کش رو میزه اینا اینجاست پس توی این نیستش آف دم تیش آف دم تیش پس این بچه ها غلطه شماره نه غلطه بعدی das Pausenbrot liegt vor der Schultasche. خب شولتاشه که یعنی کیف مدرسه از شوله دی شوله و تاشه تشکیل شده یادتون هم هستش که ما اگر که اسامی ترکیبی داشته باشیم آرتیکل ما اون آرتیکل آخری هستش آرتیکل اسم ما آرتیکل آخری هستش و این هم دقت کنید که ببینید مثلا اینجا شولتاشه از مثلا دیشوله تشکیل شده و دیتاشه آرتیکل آرتیکل این دیتاشه هستش ولی این تاشه خودش دیگه کوچیک نوشته میشه چون تبدیل به یک اسم شدن این حرف اول در واقع حرف اول این اسم اولمون بزرگ نوشته میشه فکر نکنین چون که تاشه اسمه باید بزرگ نوشته بشه ترکیب میشن با هم دیگه تبدیل به یک اسم میشن خیلی خوب اینجا چرا شده در به خاطر اینکه تاشا آرتیکلش دیه توی داتیو دی تبدیل میشه به در دی میشه در حالا اینجا دقت کنیم ببینیم که این درسته یا نه آیا این پاوزن برود جلوی کیف فور جلوی کیف بله درسته این درسته پس فور هم جزو حروف اضافه مشترک بود یعنی جلوی بعدی ام ایم رگال ایم رگال توی قفسه رگال اینه بچه ها ببینید اینه رگال آرتیکلش چیه داسه دست توی داتیر میشه دم این هم باز این به اضافه دم شده ایم ایم رگال لیگن ترای اپفل im Regal liegen drei بچه جمله ما جمله های ما هر جمله که میخوایم بسازیم میتونه با هر قسمتی از جمله شروع بشه به شرط اینکه فلمون دوم باقی بمونه الان اینجا چون معمولا جمله ها با نومیناتیو شروع میشن حالا هم همه عادت کردن که نومیناتیو اول بیارن ولی میتونه با هر قسمتی شروع بشه الان اینجا درقای اپفل نامناتیو ما هستش درسته؟ این ایم رگال ایم رگال یعنی داخل رگال اول اومده خب اول اومده بعد حالا اینجا چون که بعدش فعل ما حتما بعد دوم بیاد باید دقت کنیم که نامناتیو ما چیه و بر اساس اون نامناتیو ما فعلمون رو صرف بکنیم درای افل چون جمعه پس نمشه لیگن اگه یه دونه سیب بود این اپفل میشد لیگت این اپفل خیلی خوب توی رگال سه تا سیبه. بریم ببینیم درسته یا نه این رگاله این سیبه ولی یه دونه سیبه سه تا نیستش در اپفل در اپفل سیب پس این غلطه خب بریم بعدی آخریش هینتر دم گلاس میلش لیگن 2 لشتیفته خب هینتر هم باز جزو حروف اضافه مشترکه یعنی پشت 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 کجا این لیوان لیوانی که تو شیر هستش گلاس آرتیکلش داس هست داس میشه دم هینتر دم گلاس میلش لیگن چرا گفته لیگن به خاطر اینکه بلشتیفت جمعه دو تا دوتا تا بلایشتیفت. پس این جمع میگیم لیگن دقت کنید بلشتیفت مفردش در بلشتیفت هست در بلشتیفت اینجا چون دو تاست جمع بلشتیفت میشه بلشتیفت ته ا میگیره آخرش از اونایی که آخرش ا میگیره پس میگیم zwei like, Bleistifte. بچه هم میدونین که جمع چندین مدل هفتش مدل برعکس مثلا انگلیسی که یه مدل فقط جمع داره آلمانی هفتش مدل جمع داره که یه مدلش نه که آخرش ای میگیره خب حالا اینجا چون دو تاست جمع شده حالا آیا این درسته یا نه هینتر دم گلاس میلش آیا پشت این لیوان میلش شیر دو تا مداد هست ببینیم این لیوان شیر که اینجس نپشتش چی نیستش این مداده اینجاست نام تازه یه دونه هستش اوکی پس این غلط فالش هست فالش خب اینم از این یه بندی میکنیم ببینیم بچه ها گفتم که یک سری حروف اضافه هستن همیشه آکوزاتیون یه سری همیشه داتیون یه سری گاهی اکوزاتیو گاهی داتیو اگر فعل ما حرکتی باشه آکوزاتیو اگر بی حرکت باشه داتیو خب اینجا چند تا حرف اضافه خوندیم اونتر خوندیم اونتر یعنی زیر بعد نبن نزدیک این داخل فور جلوی بعد هینتر پشت اینا حروف اضافه مشترک بوده که البته چند تا هم هستش که توی این تمرین نبود خب دوستای خوبم اگر که تا اینجا این درس رو دیدید به نظرتون خوب بود لطف کنید کانال رو سابسکرایب کنید لایک کنید کامنت بذارید واقعا شما نمیدونید که با سابسکرایب کردن لایک کردن کامنت گذاشتن چقدر به ماها انگیزه میدید من توی آمارهای ویدیوام که نگاه میکنم میبینم که دقیقا پنجاه درصد همینطوری نگاه کردن و سابسکرایب نکردن بچه خب سابسکرایب کنید دیگه بذارید ما یوتیوبر ها تشویق بشیم و براتون بیشتر کار بکنیم اگر که سابسکرایب کردید اون زنگ رو هم فشار بدید فعالش بکنید تا هر ویدیو جدیدی که من آپلود میکنم به دستتون برسه بلا فاصله بچه اگر هم که دوست داشتید توی کلاس های من شرکت کنید توی کلاس های غیر حضوری من شرکت کنید اپلیکیشن آلمانی با شهلا صدری رو از گوگل پلی دانلود و نصب بکنید و توی همون اپلیکیشن ثبت نام بکنید و بلافاصله وارد کلاس ها بشید میتونید نمونه تدریس ها رو هم به صورت رایگان ببینید حال دوستای خوبم خسته نباشید مواظب خودتون باشید هم, هم دیگر داشته باشید تا ویدیوی بعدی خدا نگهدارتون